مت باشید برادر من. عزیزم شما، من از شما خیلی ممنونم اولا، ولیکن من یک ملاحظه کردم. شما میگید یا علی مدد، شما چرا با استعانه با حضرت علی میکنه؟ آقا علی که بار شما میگید یا خدا مدد، یا علی مدد یعنی چه؟ شما من مکرر گفتم شما خدا نمیشناسی. آقا شما در نماز میگید یا که نعبد و یا که نستعین، استعانه باید با خدا باشه، نه با علی یا با علی. شما اجازه بدین شما حرف مرا گوش کنید. خب شما در زندگی خود آیا از غیر خدا هیچ کمک میگیرید یا نمیگیرید؟ نمیگیریم کمک از غیر خدا. شما از خواهر، از برادر، از همسایه، از شاگرد هیچ کمک نمیگیرید؟ آها، کمک برادر اونها غیر است که شما شرک باشه در کارهای در عبادتتون، شرک باشه این که نداره زندگی. نه حالا کمک گرفتن عبادت را ما میگیم شرکه. عبادت را که همین گفتن، کسی که بیاد کسی را بپرسته غیر از خدا، او که مشرک، اون حرف نداره. حرف ما در کمک خواستنه. ما که عبادت که نکردیم، این که عبادت و پرستش کنی. اجازه بدین برادر من حرف بزنم، خوب متوجه بشید. شما موقف ما را خوب بفهمید، اون وقت مسئله واضح میشه. ببینید یکی اجازه بدین جان من، اجازه بدین من حرف بزنم. حرف مرا خواهش میکنم بفهمید. اگر شما حرف بزنید دیگه نمیفهمید، اون وقت گوش بکنید. ببین عبادت کردن بله، عبادت کردن، پرستش کردن مشرک میشه. کمک خواستن منظور فقط کمک خواستنه. شما خودتان گفتید همین الان که شما از خواهر، برادر، بقیه مردم کمک میخواید. مردم حتی اجازه بدید من حرفم تمام بشه، شما کمک میخواید. شما ببین فرقش چیه، همون فرقش به من بگید. من از امیرالمؤمنین کمک میخوام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کمک میخوام. شما میرید از امیرالمؤمنین که نیست. شما الله حی لا هو الحی، خدا زنده هست. آقا از زنده ما کمک میگه، نه از مرده. پس اگر ثابت بشه که زنده هست چطور؟ شما بشر بودن آقای عزیز. وقتی قرآن میفرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن کریم میفرماید که کسانی که در راه خدا کشته میشن، صبر کن آیه را گوش کن بعد، کسانی که در راه خدا کشته میشن به اونها مرده نگویید. اونها مردن، اونها زنده هستن، زنده هستن، اما شما درک نمی کنید، شما ادراک نمی کنید. از دنیا آدم شو قطن دیگه نمیتونن دیگه، از دنیا هیچ آقا سلطه در دنیا دیگه نداره. پس زنده هستن. پس شما گفتید که زنده. اجازه بدین قدم به قدم پیش میرن. سرور عزیز، برادر محترم، شما گفتین، شما اول گفتین شرک علتش اینه چون زنده نیستن. پس ثابت شد که اینا زنده است. این مقدارش قبول کردی که اینا زنده است، درسته؟ خیلی خوب، وقتی که زنده هست، برادر محترم، شما گفتین که از زنده، اجازه بدین من حرف بزنم. وسط حرف من خواهش میکنم نفرین. خودت گفتی از زنده کمک خواستن شرک نیست، پس ما هم از زنده خواستیم. حالا میگید کمک نمیتوانن، این یک حرف دیگریه. حالا شما اجازه بدین برادر من، اجازه بدین من با شما بگم. یک کسی که نمیتونه با شما کمک بکنه، مثلا فرض میکنیم یک طفلیه 5 سال عمرشه، اینجا شما یک میزی دارید، این میز 15 کیلو 20 کیلو وزنشه، این طفل نمیتونه با شما کمک بکنه. شما آمدید با اون طفل گفتید که بیا از سر این میز بگی با من کمک بکن. طفل آمد زور زد، زورش نرسید، کمک نتانست. شما اینجا مشرک شدید؟ مشرک نشد. خب شما از یک کسی خواستن، ببینید شما از یک کسی خواستن که قدرت بر کمک کرده. حالا ما فرض میکنیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده هست اما کمک نمیتونه، درسته؟ زنده که هستوش قبول کرد، کمک نمیتونه. امیرالمومنین اعظم کمک نمیتونه. شما از یک طفلی که کمک نمیتونه کمک خواستین، او کمک گفت نمیتونم بابا زورم نمیرسه. خب این شما مشرک نشید، من چرا مشرک بشم؟ بفرمایید توضیح بدیم. من فقط گفتم که باید استعانه از خدا باشه که بالاتر از پیغمبر هست، بالاتر از اگر استعانه فقط از خدا باشه. ببین اگر استعانت فقط از خدا باشه، چرا شما از زن همسایه کمک میگیرین، از پسر همسایه کمک میگیرین، از فلان کافر یهود نصارا کمک میگیرین؟ بفرمایید اینا زنده هستن. خدا، رسول خدا هم زنده است، امیرالمومنین علیه السلام هم زنده است، قبول کردید دیگه. اینا کمک واقعی به میدن، اینا فقط برای خاطر خدا. ما باید از خداوند استعانه کنیم. انا کل حال دیگه. شما ببین، شما عالم دین هستین یا نیستین؟ نه من دیگه. خب شما، خدا به شما، اگر عالم هم نیستی، خدا باید عقل که داده. ببینید اولا که پیغمبر خدا، ببینید این من تمام باید بگم که گفتی قدرت نداره، قدرت هم به کمک کردن هم داره. ببین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد اینو که همه ایمان دارن، اشاره کرد ماه دو پاره شد، درسته یا نه؟ این رو که انجام داد، شما به من بفرمایید با قوت زور بازوی خود انجام داد یا با قدرت روح خود انجام داد؟ بله با کدامش انجام داد؟
قدرت خدا رو بده دیگه. با قدرت روح خود انجام داد یا با قدرت بازوی خود انجام داد؟ با قدرت روح. با قدرت روح. این روح پیغمبر زنده هست. ببینید معجزات پیغمبر با روح پیغمبر. شما یا بگید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از وقتی که وفات یافته دیگر کرامات و معجزات او از او سلب شده. اگر اینو بگید خب این چرا دلیل بیارید که چرا سلب شده؟ چرا مقام او پایین آمده؟ چرا مقامش پایین آمده؟ یک کمالی را دارد در حیات خود بعد از حیاتش گرفته میشه. چرا؟ دلیل بیارید. دلیل قرآنی، دلیل روایی بیارید تا ما گوش بکنیم. اگر دلیل ندارید این قدرت مال روحشه، مال بدنش که نیست. بدن ولو مرده به ظاهر. آخر گوش کنید برادرم، آقا گوش کنید، شما که بناتن بر فهمیدن که نیست، بر فهمیدن که نیست، می اومدی که مناظره بکنی جواب دادن نمیتونی. اگر با قدرت روح خود این کار رو انجام میکنه، این روحش باقیه، پس قدرت بر کمک کردنم داره. اولا شما ببین برادر محترم، گفتید اگر کمک نتونم مشرک میشید، دلیلش نیاوردی که تو چرا از یک بچه کوچیک میخوای مشرک نمیشی. ثانیاً پیغمبر خدا هم زنده هستم کمک میتونه، امیرالمومنین علی السلام هم زنده است هم کمک میتونه و از کرده کمک هم کرده. این همه معجزات ثابت از یک نقطه دیگه داشتم خدمتتون. بله یک نقطه دیگه خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. من گفتم بهت من شیعه هستم، من دوازده امامی هستم، خدا رو شاهد بگم من شیعه واقعی هستم. نه تو وهابی، تو وهابی، تو فکر تو فکر وهابیه، تو ولی به ظاهر خودت رو شیعه بدانی اما تو وهابی هستی، دلی شکی ندارم من. تو سلفی هستی، تو وهابی هستی، تو اصلا نفهمیدی تشیع یعنی چی، تو منکر ائمه هستی. نگو من شیعه هستم. نه 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 نه، این حرف رو نزن اینجا علکی. من از خط وهابی زنگ زدی، خودت هم فکرت هم وهابیه، دلیلت هم وهابیه، تو اصلا نمیفهمی. من اگر نه من تو شیعه نیستی. من قبر نمیپرستم آقا. کدام نامرد کدام پدر اون کس لعنت که قبر بپرسته و پدر اون کس لعنت که در ناحق دو تامت ببنده. مسئله مسئله کمک خواستنه. کمک خواستن کجاش قبر پرستیه؟ شما به من بگید. شما خدا نمیشناسید، شما فقط امام علی بود. ببین من خدا رو نمیشناسم. شما بیاین دعای حدیث، دعای کمیل شیعه رو بخونید، دعای جوشن کبیر رو. ما حالا در ماه رمضان، این جهل شما هست. شما فرق شما فرقی شما دارید لعنت روز دین آقا رئیس. چی من لعنت کردم؟ برای همه لعنت برای رئیس شما هست آقا. کدام دعا لعنته؟ کدام دعا لعنته؟ چه دعای دین کنی آقا؟ این همه دعا میکنه برای خدا آقا، نه برای امامان، نه برای مرده ها، نه برای آخر. شما نفهمیدی آقا عزیز. آقا شما گوش بکن، اول یکی عبادت کردنه. شما اصلا فهمت شما خیلی ناقصه. شما عبادت کردن را با طلب کمک کردن یک چیز گرفتی، فکر میکنی عین چیزه. شما فکر میکنی از یک کسی طلب کمک بکنی او را عبادت کردی، در حالی که این نیست. عبادت کردن یک چیزه، طلب کمک کردن چیز دیگریه. دعا اگر عبادت باشه، دعا در زبان عربی خیلی معناش، خیلی جاها معناش عبادت کردنه. در خیلی جاها دعا یعنی صدا زدن، خواندن. خواندن اشکال نداره، صدا زدن. شما پیغمبر خدا را السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته در نماز خود به اون ندا میدین، این عبادت نیست، این فقط ندا هست، ولو ظاهرش خواندن هست. اما خب خدا در قرآن در نماز قرار داده. دعایی که عبادت باشه، یعنی عبادت چیه؟ یعنی طرف را خدا بدانی و به خاطر این که خدا هست یا شریک خدا هست یا خدای کوچیکه در برابر او کرنش کنی، خودت را کوچیک کنی، این عبادته، این شرکه. اما کمک طلب کردن عبادت نیست. من کمک طلب میکنم از فلان آقا، از فلان آقا، مردم از حیوانات کمک میگیرن در عالم، این کشاورزان از گاو، از اسب، از قاطر کمک میگیرن. کمک گرفتن عبادت کردن نیست، این خیلی واضح و روشنه. شما از خانومت کمک میگیری، از پدرت کمک میگیری، از رئیس محل کارت، رئیس دفتر کمک میگیری، اینا شما عبادت کردی. همینا عبادت کردن نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حکم قرآن زنده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کمک میتونه بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنوایی هم داره، میشنوه. آیات قرآن را براتون خواندم که شاهد اعمال ما هست. سلام ما را میشنوه. سلام میدیم در نماز به او. خب میشنوه. قدرت بر کمک کردن هم داره، زنده هم هست. این از او کمک میخواد. خدا نمیدونمش، نه، عبد خداست. رسول خداست، ازش کمک میخوام. این دیگه این رو اگر شما نمیفهمید دیگه من از این بهتر نمیتونم بیان بکنم. حالا اگر ردی دارید بفرمایید. اجازه میدید یه نکته دیگر هم با شما صحبت بکنم؟ بفرمایید، بفرمایید. اجازه هست؟ بفرمایید. خب من که گفتم من شیعه هستم، شما گفتید شما وهابی. من قسم خوردم آقا، خدا شاهد رو میدارم، من شما... شیعه دوازده امامی هستم. قسم نمیشه. ببین اون عقیده، ببین عقیده وهابیه.
تو حالا قسم میخوری من شیعه هستم، با قسم خوردن شیعه نمیشی. یک سوال خدمت شما دارم آقا، اجازه میدید بخیر صحبت کرده بودم. بله بفرمایید، سوال آخر. خب این سوال آخر کردن بر حضرت عمر، شما چرا به هیچ باشونه لعنت میکنید آقا؟ حالا این آقا شخص آمده، برو خدا آقا، خدا این شخص آمده میگه که من شیعه هستم، آخر از من چرا به عمر لعنت میکنی؟ تو کجا شیعه ای؟ اون شیعه نه، اون رامزاده است، اون کسی که بله بگه من شیعه هستم و چرا بر عمر لعنت میگه؟ اون عرامزاده هست، اون حلالزاده نیست. برو از مادرت بپرس که با اون بقال سر محل چی رابطه ای داشت. بله که این حرف رو میزنی، تو از یک طرف ادعای تشیع میکنی، از یک طرف از من میپرسی که چرا بر عمر لعنت میکنم. خب شما آدمین یا چیز دیگرین؟ اگر آدم هستین خب این عدلش هم ذکر کردم. مثلا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین کرده، من به شما بیام توهین بکنم، بله شما از من ناراحت میشی یا نمیشی؟ اذیت میشی یا نمیشی؟ خب اذیت شده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توهین کرده، خب هم در قرآن هم در بخاری موجوده، سوره حجرات حدیث قرطاس. پس این باعث اذیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت میکنند، هم در دنیا خدا اونا را لعنت کرده، خدا هم در آخرت لعنت کرده و از برای اونها عذاب خارکننده آماده فرموده، اون زمان آماده فرموده. یعنی مجرد این که عمر مرد وارد عذاب آماده شده شد. پس هم اون ملعون خدا بود در دنیا، هم ملعون خدا هست در آخرت. و کسی را که خدا لعنت کرده، کسی که خدا او را جهنمی ساخته، کسی که قاتل دختر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرامزاده باشه، اون کسی که او رو لعنت نکنه. خط عمریه